یکی از تجربیات دوران سخت قرنطینه از ویروس کرونا همانا دوری از خیشان، دوری از دوستان، دوری از محل کار و همچنین همکاران و حتی متقاضیان ما و دوری از جشنها، دوری از مهمانیها، دوری از سفرها هرچند تمام این جداییها و فاصله ها با خود یک تنهایی فیزیکی را به همراه داشته اما دلیل ناآرامی و روح و روان انسانهایی که نیز در این موقعیت قرار گرفتن یک نوع تنهایی درونی و تنهایی افکار و اندیشه رو با خود داشته که متاسفانه همون نیز باری شده تا انسان در ضعف جسمانی نیز قرار بگیره در کتاب امثال 18:14 میخوانیم که اعلام میکنه روح انسان بیماری او را متحمل می شود اما روح شکسته را کیست که متحمل بشود و حقیقتا وقتی که افکار ما روان ما آسیب خورده هستش باری میشه روی جسم ما که جسم ما رو ناتوان کنه و زمانی تاثیر بد این تنهایی به اوج خود میرسد که در اندیشه و در تفکرات خود خود نیز این تنهایی رو کاملا بهش تکیه کنیم یعنی باور کنیم ما انسان تنهایی هستیم و کسی حامی ما نیست و این تنهایی درونی نیز باعث همون گونه که گفتم رنج جسم ما خواهد شد و سلیمان در باز کتاب امثال 17 22 اعلام میکنه دل شادمان یعنی فکری که درش امید هست امیدوار هست دل شادمان شفای نیکو میبخشد وقتی که فکر ما این اطمینان رو داره این امید رو داره این آرامش رو داره مسلما جسم ما در سلامتی خواهد بود اما روح شکسته یعنی فکری که بدون امید هست فکری که هیچ پناهگاهی نداره فکری که همه موقعیت ها رو بد میبینه و حتی از فکر و دل و زبانش متاسفانه ما میبینیم بدبینی صادر میشه اعلام میکنه اما روح شکسته استخوان ها را خوش میکنند یعنی بنیاد جسم انسان رو ناتوان خواهد کرد و به او آسیب میزند همه ما در طول زندگیمان تنهایی را نیز تجربه کردیم آنجایی که نیاز به محبت پدر یا مادر داشتیم اما آنان را کنار خود نیافتیم آنجایی که دلگرمی خواهر و برادر و یا دوست خوبی را نیازمند بودیم ناچارم بدون آنها روزهای سخت را پشت سر گذروندیم زمانی که احتیاج به یک تکیهگاه مالی و قوی داشتیم هیچ دلسوزی را در کنار خود نیافتیم و اگر در همین تجربیات بد گرفتاری خودمون رو ثابت کنیم یعنی بپذیریم که حقیقتا ما انسان تنهایی هستیم در فکر از فکرمون به تنهایی رسیدیم تا به آنچه را که داریم درش زندگی میکنیم متاسفانه این نیز یک اسارت خواهد بود که حقیقتا باعث تخریب و ویران کننده زندگی ما نیز خواهد بود گذشته از جنس ما بود همچنان که کلام خداوند در کتاب پیدایش نیز اعلام میکنه پیدایش دو هیچده اعلام میکنه و خداوند خدا گفت خوب نیست وقتی که اعلام میکنه خوب نیست در اصل داره اعلام میکنه که نابود کننده است هلاک کننده هستش میگه خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی یعنی یک مشاور کسی که بتونه همدم او باشه کسی که بتونه به اون نیز مشورت بده هدایتش کنه حمایتش کنه پس برایش معاونی موافق وی بساخت که او رو درک کنه یعنی به خوبی بتونه اون همسر مرد خودش رو در... درک, بکنه پس در مسیر رسیدن به نیازها و انگیزه ها و همچنین اهدافمون ما نیاز داریم که از دیگران مشورت بگیریم ما نیاز داریم یک تکیهگاه خوبی رو نیز داشته باشیم تا فکرمون رو در جایگاهی قرار بدیم که ازش امید جاری میشه ازش آرامش جاری میشه ازش شادی نیز جاری میشه و افسوس و هزاران افسوس که گاهی آدمی بین صدها انسان متاسفانه تنها هستش و این نیز نشانه در این داره که ما اون تکیهگاه اصلی رو نداریم تکیه اصلی ما یک تکیه ای گاه موقتی هستش هر آن امکان داره بریزه تکیه و امید پویا نیست امید زنده ای نیست از این رو ترس و ناامیدی و شک و بدبینی نیز دلیلی خواهد بود که تفکرات تنهای ما رو بسازه اما چگونه میتواند این انسان درمانده این انسان اسیر به افکار تنهایی نجات پیدا کنه باز میخوام برگردم به کتاب پیدایش باب دو که اعلام میکنه خوب نیست یعنی حلاک است یعنی نابود کننده است خوب نیست آدم تنها باشد چرا که خدا انسان رو آفرید تا با او در مشارکت باشه انسان انسان اجتماعی باشه در بین جمع باشه حتی فکر او نباید به تنهایی نیز گرفتار بشه چرا که شاهد هستیم در خود همون کتاب پیدایش باب سه ما میبینیم وقتی که با فکرش تنها بود وقتی که در جایگاه تفکرش خودش رو تنها دید وقت گذاشت با شیطان و کل کتاب مقدس هم همین رو شاهد هستیم که زمانی که شاول با فکر خودش تنهاست بر علیه داوود نیز عمل میکنه و برادران یوسف وقتی که افکار تنهای خودشون رو میان نگاه میکنن نسبت به یوسف از اون افکار تنهایی خودشون از اون زجر از اون شرایط بدی که احساس میکنن بر علیه برادرشون نیز قیام میکنن اقدام میکنن پس این هوشیاری باید داشته باشیم افکار خسته خودت رو افکار تنها رو فقط در حضور خدا ببریم چرا چون که در کتاب ارمیا باب 33 آیه 3 اعلام میکنه خود خدا اعلام میکنه به ارمیا میگه میگه مرا بخوان پس تو نباید تنها باشی به عنوان یک ایماندار بدونی که خدا میخواد با تو در تماس باشه خدا میخواد با تو در رابطه باشه میگه مرا بخوان که تو را اجابت میکنم پس تکیگاه قوی داری خدا داره میگه میگه در فکر تنها نباش من هم در فکر تو هستم اونجا که کلام خداوند میگه خدا در دل من هست خدا رو در دل خود جا بدید یعنی در فکرمون جا بدیم یعنی مطمئن باشیم که خدا هست پس چون خدا هست مطابق رومیان هست یا یک ایمان داریم هیچ چیزی بر علیه ما نخواهد بود اعلام میکنه مرا بخوان تو را اجابت میکنم و از آنچه نمیدانی تو رو آگاه میکنم یعنی من هدایت کننده و حمایت کننده تو هستم نویسنده مزمور 27 3 الا 5 نیز اشاره به همین میکنه اعلام میکنه اگر لشکری لشکری از رنج ها لشکری از ویروس ها لشکری از تمام برشکستگی های اقتصادی لشکری از افرادی که بر علیه ما هستند دور و نزدیک هرچی که شما فکر میکنید بد هست اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید یعنی فکرم نخواهد ترسید چون فکرش تنها نیست فکرش با فکر خداست تکهگاه قوی داره اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید اگر جنگ بر من برپا شود یعنی تمام قدرت‌های شرارت بر علیه من بازم میگم دور و نزدیک به جسمم به روحم به فکرم به آرزوهای دلم به رویاهام حمله بکنن به بیزینس هم حمله کنه به خانوادم حمله کنه به بچم حمله کنه به کلیسام حمله کنه بر من برپا شوم در این نیز اطمینان خواهم داشت یک چیز از خداوند خواستم یک چیزی رو یک مطلبی رو و آن را خواهم طلبید یعنی اعلام میکنه که چی گفتی به طلبید از من ب... من میطلبم که تمام ایام عمرم تمام ادامه حیاتم در خانه خداوند ساکن باشم یعنی اینکه من تکیه هم بر خدا باشه. خانه خداوند یعنی فکر من مرکزی باشه که خدا درش داره میره میاد عبور میکنه. باغ عدنه فکر من باغ عدنه یعنی محل ملاقات با خداست من در فکرم با خدا زندگی می کنم و چون در فکرم با خدا زندگی می کنم در احساسم خدا وجود داره در سخنم خدا وجود داره امید هست آرامش هست آتاریتی هست اقتدار هستش صلح هست سلامتی هست شفا هستش و باعث سلامتی و شفا نیست خواهد شد و ادامه میده تا جمال خداوند را مشاهده کنم یعنی از خدا بشنوم زیبایی ها راه ها روش ها امید ها رو بشنوم از خدا نسبت مشکلاتم نسبت به حملات نسبت به هر موقعیت که تو زندگی من نسبت به ویروس کرونا نیز بشنوم من گواهی های بسیاری دارم در این روزها که ایمانداران رفتن مراجعه کردم به مراکزی که برای تست کرونا بوده و کرونا وقتی تست کردم کروناشون مثبت بوده آمدن براشون دعا کردیم و خودشون دعا کردن و دوباره تو دو سه روز بعد رفتن مراجعه کرد، تست کردن تست گرفتن منفی شده حتی یکی از این عزیزان که اگر بشه اگر خودشون صلاح بدونن سعی میکنم تو این هفته ها بیارم و با اشون صحبت کنم ایشون میگفتش که دو وقتی رفتم دکتر گفت تو تازه رو ماده بودی برای چی اومدی گفت من دعا کردم واقعا این حرفا چی برو لطفا گفت با بچم رفتم اونجا و تست دادم و خود پزشکم موند گفت عجیبه، منفیه هر دو منفی هستید ما ایما ایمان رو داریم فکر ما تنها نیست عزیزان ما در تنهایی افکار زندگی نمی چون خدا با ما هستش و نیز ادامه میده و در هیکل او تفکر نمایم یعنی تفکر خدا جایگاه تفکر من بشه یعنی من با خدا در تفکر هستم ترسانم برم در حضور خدا نگرانی هم در حضور خدا آشوب و زندگی برم در حضور خدا بی که روی زمین هست برم در حضور خدا سرزمین عزیزم که این همه تحت ظلم و ستم هست میبرم در حضور خدا کسایی که به من حمله میکنن میبرم در حضور خدا با خدا یک تماس دارم تا نور پر جلال خدا بر فکر من بتابه و فکر تاریک و ترسان من رو نیز شفا بده ادامه میده زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته است در روز سختی در روز کرونا در روز بیکاری در روز مریضی در روز مصیبت‌ها، در روز از دست دادن عزیزان در روزی که شیطان مرا تهدید مستقیم و غیر مستقیم میکنه من ایمان دارم که خدا با من است و ادامه میده در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت حفظ میکنه اجازه نمیده حتی کسی ببینه بارها من این تجربه را داشتم وقتی رفتم در حضور خداوند گفتم خدای من میخوام این کار انجام بدم این کار رو انجام بدم کلیسا رو میخوام ببرم تو این مرز باور کنید خدا با قلبم صحبت کرد هیچ کاری نکن گفتم خدا آخه خداوند خیلی خوبه مینیستری ما روش میکنه همه متوجه میشن خدا گفته اتفاقا میخوام هیچ کس متوجه نشه هیچ کاری نکن رسول بزار من عمل کنم و اونجا بوده که من سکوت کردم ولی پیروزی های بسیاری رو دیدم چون شیطان دنبال این میگرده وقتی پیروزی های ما رو میبینه به ما حمله میکنه همه ایمانداران، همه خادمین همه شبانانی رو تجربه کردم وقتی ما به پیروزی ها میرسیم حمله میشه حالا این حمله به نوعای مختلفی هست حمله میشه اما وقتی که من در فکرم خدا رو دارم من تنها نیستم من یهوه خدای زنده و خدای حقیقی رو دارم من خداوند عیسی مسیح رو دارم هرگز نخواهم ترسید و باز ادامه میده و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت یعنی اینکه حقیقتا من در مکانی پیروز هستم من در مکان موفقیت ها هستم من در مکانی هستم که ایمان دارم که خدا حافظ من هست تا به ابد یعنی تا به رستگاری شاعری اعلام میکنه ای که مرا پرورده ای بر درگه آورده ای با بنده بی شرم خود یا رب صبوری کرده ای حقیقتا من از خودم میگم زمانی که من به مسیح ایمان نیاورده بودم هرگز لایق این نبودم که مسیح رو بتونم ملاقات کنم و در زمان خودکشی فقط گفتم خدا یا حقیقت خودت رو بر من آشکار کن قبل از اینکه دیر بشه و باور کنید این جمله جمله من نبود جمله من جملات ناامیدی بود کسی که میخواد خودکشی کنه هرگز نمیتونه جمله ای رو اعلام کنه که باعث امید و بنا بشه حتی این جمله رو من ایمان دارم روح القدس اجازه داد بر دهان من قراره. که من مسیح رو ملاقات کردم و زندگی من رو خداوند برکت داد من رو از اون مرداب حلاکت از اون عمق مرداب حلاکت دست منو گرفت منو پیدا کرد آورد بیرون این گواهی من است و این شاعر اعلام میکنه باز ای که صبوری یا حلیم گرچه نکردم جز جفا غیر از خیانت غیر از گناه کار دیگه ای نکردم من از خودم میگم از تو ندیدم جز وفا من وفاداری تو رو دیدم به یک آدم گناهکار مثل خودم راضی مشو بار دیگر اجازه نده خدایا وقتی با خدا زندگی میکنیم ازش میخوایم خدایا من تکه بر خودم بکنم افتادم من نابود خواهم شد راضی مشو باره دیگر من جا بمانم ای خدا اجازه نده امروز که من به تو ایمان آوردم قلبم رو به تو دادم خداوندا خدمتی رو شروع کردم هر کسی از خودش بگه من از خودم میگم خانوادم از مسیر نجات قرار گرفتم و تو مرا برکت دادی اجازه نده خدا بر فکر خودم تکیه کنم بر توانایی خودم تکیه کنم بر استعداد خودم تکیه کنم هرچند اینها چیزهای خوبی هست که خداوند تو به من دادی اما میخوام تکیه من فقط تو باشی و زمانی که شفای تفکر تنها در شخص ایجاد می شود وقتی این ایمان رو داره مسلم بدون اولین اشتیاق اون خود خداوند خواهد بود خود خدا خواهد بود که در ابتدای صبح اون شخص با خدا وقت میذاره صبحگاهان در حضور خدا هستش و خدا حامی او خواهد بود و میدونه که نیاز اولش خداست نیاز اولش کار و درآمدش نیست نیاز اولش این نیستش که همسرش به اون صبح بلند بگه آی یو اگر نگفت آی یو بگه آی افسرده شدم داغون شدم پشمرده شدم همسرم به جای اینکه صبح به من بگه صبح بخیر سرش انداخت پایین رفت یا بچه‌م به من بگه برفرض صبح بخیر عقب کرد رفت اون در ابتدا میده در حضور خدا تا بعد از این اخم اطرافیانش رو مشکل اطرافش رو نیز به خوبی ببینه چون تکش بر خداست نیازی نمیبینه حتما ما باید توی ریلیشنشیپ سالم قرار بگیم اولی نیازش رو شخصی که در فکرش تنها نیست خود خدا میبینه همون گونه که می شاهد هستیم نویسنده مزمور شساسه که حتما دارم به خوبی با این باب مزمور آشنا هستن چقدر زیبا میگه بریم با هم دیگه این مزمور رو بخونیم شما بخونید از سروش عیزم که کارگردان این قسمت هستن خواهش هم این است اگر براشون امکان پذیر هست روی صفحه بندازم و با هم بخونیم که ما این گونه میتونیم فکرمون رو از خلایی که ایجاد شده تنهایی هست با حضور خدا پر کنیم امسال سالی باشه که فکر من کاملا با خدا باشه و هرگز نگو من تنها تو تنها نیستی چون خدا با توست و چون خدا با توست هرگز هیچ موقعیتی نمیتونه بر علیه تو باشه اما گونه که سعدی هم میزی با میگه اعلام میکنه همه بر سر زبانن و تو در میان جانی تو در وجود من هستی و در مزمور 63 از یک تا هشت رو براتون میخونم که این گونه اعلام میکنه ای خدا تو خدای من هستی هیچ کس دیگه نیست هیچ کس دیگه نیست ای یهوه تو خدای من هستی ای خداوند تو خداوند من هستی در سحر تو را خواهم طلبید اولویت وقتم مال توه جان من تشنه توست تمام وجودم فکرم احساسم متعلق به تو هستش حتی معدم که صبح گرسنه هست اول خداوند را میخوام در ابتدا به حضور تو بیام معده فکرم رو از محبت تو پر کنم از قوت تو پر کنم و جسدم مشتاق تو هست اگر جسدم در ضعف هست حتی نیاز به یک قرصی داره نیاز به یک داروی داره نیاز به یه ویتامین داره خداوند و دا درمان من تو هستی خداوند ویتامین من تو هستی پروتئین من تو هستی خدا اکسیژن من نفس من تو هستی تو در زمین خشک یه تشنه بی آب در اصل میگه من در جایی هستم که وجودم تشنه تو هستش و قوت تو رو میخواد و ادامه میده چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم من در برابر تو قرار میگیرم در حضور تو هستم تا مر تو رو ملاقات کنم صبحا چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است چرا که وقتی میام در حضور تو میبینم سرزنش های درونی شروع شده روز گذشته دلهایی رو شکوندم. اشتباهاتی کردم گناه کردم میترسم امروزم دوباره این اشتباه رو بکنم اما خداوند و رحمت تو میاد خون مسیح میاد پوشش میده اون گناه و اون سرزنش رو و من آزاد میشم چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خون همون موقع شروع میکنم هاللویا هاللویا خداوند تو رو دوست دارم تو رو میپرستم مسیح تو رو دوست دارم و این گونه روزم رو آغاز میکنم و ادامه میده از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خوان. و دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت به نام عیسی مسیح خداوند زنده نه به نام مرده ها نه به نام افسانه ها نه به نام کسایی که توی چاه هستند به نام مسیح که در آسمان هست و حضور او به توسط روح القدس در من هست و این نویسنده نیز ادامه میده در آیه پنج جان من سیر خواهد شد از چی از امیدی که خدا به من میده از آرامشی که خدا به من میده از شادی که خدا به من میده از اقتداری که خدا به من میده از توانایی و قدرتی که خدا به من میده از عطایایی که خدا به من میده از صبری که خدا به من میده جان من سیر خواهد شد چنان که از مغز پی و زبان من به لبهای شادمانی تو را هم خواهد گفت یعنی وجود من آنقدر از قوت شادی تو لبریز میشه که خداوند اگر تمام ویروس های دنیا برای من فقط میگم خدایا شکر در تو شاد هستم و شاد خواهم بود ویروس کرونا چیه دولت هایی که درش قدرت تاریکی هستن چی هستن خدایا تو پادشاه زندگی من هستی نه برای چهار سال بلکه خداوند تو ابدی هستی و من در حضور تو خواهم بود که کمال خوشی هاست و ادامه میده آیه 6 چون تو را بر بستر خود یاد میآورم چون تو را موقعی که میخوابم موقعی که بلند میشم به یاد تو هستم چون تو تو فکر من هستی من تنها نیستم در فکرم چون تو را در بستر خود یاد میآورم و در پاسهای شب شب در تو تفکر می کنم یعنی هم در زمان خواب هم در زمان بیداری تو در فکر من هستی عزیزانی که دوران نامزدی رو به سر میبرن عزیزانی که برها برای ازدواج شروع میکنن اه... جوون پسری هست دختری رو میبینه دختری پسری رو میبینه وقتی که اینها تمایلاتشون به هم زیاد میشه علاقهشون زیاد میشه عشقشون زیاد میشه تمام فکرشون فقط همدیگه هستن فقط همدیگه هستن و نمیتونن جای دیگه دارن میخوابن درباره اون فکر میکنن صبح بلند میشن با فکر اون بلند میشن صبح بلند میشن برای شعر مینویسن شب میخوان بخوابن مدام میخوان تماس بگیرن تکسی بدن الان روی این تلفون های موبایل دوست دارم دنبال جملات زیبا میگردن که بتونم این رابطه رو داشته باشن دنبال فرصتی هستن با هم باشن و خدا میخواد این رابطه رو ما با او داشته باشیم او حقیقتا عاشق ماست خدا همیشه به فکر من و توه ما نمادی از زندگیمون این گونه میشه در یک دوره ای اما خدا مدام عاشق من و توه خدا میخواد مدام در فکر من و تو باشه در قلب من و تو باشه همان گونه که در کتاب مکاشفه سبی سلام میکنه در قلب تو رو میزنم اگر باز کردی من با تو همیشه هستم نمیگه امروز هستم فردا هستم اگر تو نیستی من نیستم میگه من همیشه با تو نیست خواهم بود و ادامه آیات رو آیه هفت میگه زیرا تو مددکار من هستی یعنی هدایت کننده و حمایت کننده من هستی زیرا تو مددکار من بوده ای. زیرا زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد پر از قوت خواهم بود پر از امید خواهم بود هرگز تو مرا تنها نخواهی گذاشت همان گونه که مولوی این زلام میکنه دیگران چون برون از نظر دل برون تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی تو مانند دیگران نیستی خدا من تو همیشگی هستی تو قوت من هستی و نیز آیه آخر آیه هشت رو سپاسگزار میشم که اعلام میکنه جان من به تو چسبیده یعنی اصلا ما جدا نمیشیم چسب دوقلو و چسب آکواریوم و چسب آهن نیست عزیزان میچسبه یعنی یکی شدن حتی پوست و گوشت و استخوانم نیست از اونم نیز قویتر هستش چرا که کمک خواهد کرد که هرگز ما در رنج قرار نگیریم هرگز ما در سختی ها قرار نگیریم هیچ جفایی هیچ رنجی هیچ بیپولی هیچ بی کاری نمیتونه ما رو از پا بندازه هیچ ویروسی مانند کرونا نمیتونه ما رو از پا بندازه همون گونه که باز شاعر میگه بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است نگرانی کسی که عاشق خداست در فکرش خداست همان گونه که مزبور 63 آیه 8 میگه جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است یعنی حامی من هست حمایت میکنه مرا کسی هستش که تمام ترسش اینه که مبادا خدا در فکرش نباشه فکرش این نیستش که بگه نکنه بی پول بشم نکنه برفرز مثال مریض بشم نکنه اقامت نگیرم همه اینها نیازهای ما هستش اما فکر کسی که تشنه خداست عاشق خداست مانند این مزامیر شستوز ن... تنها نگرانش اینه میگه نکنه خدا یه مرد یه روز بلندش خدا تو فکرم نیست یه چیز دیگه در فکرم هست از این رو شاعر میگه بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست میترسم نکنه تو رو از دست بدم خدایا پول و سلامتی و خانواده و همه اینها اگر در خطر قرار بگیرن تو با من هستی تو مرا تنها نخواهی گذاشت و خوشا به حال همه عزیزانی که اینک به مسیح ایمان آوردن چرا که مطابق اشعیا 7:14 و انجیل متی 1:23 اعلام میکنه که نام نجات دهنده من تو که به مسیح ایمان آوردیم امانویله یعنی خدا با ماست خدا ما را هرگز تنها نمیگذارد و او ما را حمایت خواهد کرد و همیشه کنار ما هستش همان گونه که پولس رسول در نامه اول قرنتیان یک نوح اعلام میکنه خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او آیا خداوند میمیره هرگز او ابدیه پس من و تو هم ابدی هستیم خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است همیشه به قول خودش وفادار است ذات خدایی نیستش که ایزان بی وفایی کنه اصلا خدا نمیتونه بی وفایی کنه وفای خدا همیشگی است باز پولس رسول در دوم تیموتائوس 2:13 دو سیزه اعلام میکنه ولی اگر بی وفایی کنیم یعنی من اگر بی وفا بشم او وفادار خواهد بود اون همیشه است اصلا نمیتونه بی وفایی کنه زیرا او نمیتواند خود را انکار کنه ذاتش رو نمیتونه انکار کنه بنابراین اگر مسیح با ماست یعنی مطابق همون که گفتم مکاشفه سه بیست مسیح در قلب ماست قلب که تلمبه است در فکر ماست یه فکر ما است. قلبی که در کتاب مقدس میگه منظور افکار ما هستش پس اون چون در افکار ما هست ما میتوانیم نیازهامون رو انگیزه رو اهدافمون رو به حضور او ببریم از اون مشورت بگیریم تا موفقیت هامون رو نیز ببینیم بریم با همدیگه لطفا که انجیل متا 7 25 الی 34 رو داشته باشیم که میبینیم خود عیسی مسیح اشاره به همین داره میکنه عیسی مسیح میگه اگر به من ایمان داری من امانوئیلم با تو هستم چرا نگران چرا ترسان چرا آزرد دل میشی مطمئن باش که خداوند میخواد تو رو برکت بده انجیل متا 7 20 از انجیل متا 6 25 الی 34 از میخوام انجیل متا 6 25 الی 34 بنابراین این به شما میگویم از بهر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست بنابراین داره عیسی مسیح اعلام میکنه میگه روح شما رو نجات دادم جسم ما دیر یا زود 50 سال 70 سال 100 سال 120 سال 150 سال دیگه نوایتشه دیگه بیشتر که عمر نخواهد کرد دیر یا زود میریم اما آیا می این اعتماد رو داشته باشیم جسم ما هست اینجا میمونه روی زمین اما روح ما میره در حضور خدا من. و خدا هست که به ما دوباره بدنهای تازه میده ما رو متبدل میکنه پس ما ابدی هستیم میگه اجازه نده نیازهای این زمینی تو رو مشغول کنه تا فراموش کنی که من با تو هستم تو فکرت هستم قلبت هستم من با تو هستم امانوئیلم بله مرغان هوا را نظر کنید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما آنها را میپروراند آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید آمی که هستین این طرز تفکر مسیحی عزیزان اگر ما مسیح هستیم ما زمانی می بگیم ما مسیح هستیم که فکر مسیح رو داشته باشیم طرز تفکر او رو داشته باشیم پس مجال ترس و نگرانی رو هرگز به خودمون نمیدیم برای امور مهم زندگیمون حتما با او مشورت خواهیم کرد چرا که او در فکر ما هست همون گونه که در فیلیپیان دو پنج اعلام میکنه نویسنده طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر عیسی مسیح باشه اگر میبینی امروز ترسانی اگر میبینی امروز نگرانی اگر حتی امروز خشمینم هستی کسایی تو رو اذیت کردن یعنی خدا قادر نیستش که مانع اونها بشه هر چیزی که امروز باعث رنج تو داره میشه دلیل این هست که شما خلای حضور خدا رو در فکرت داری میبینی قنیش کن تقویتش کن به توسط روح القدس به توسط پری روح القدس عزیزان این گفتار یک شبان به نام رسول نیست این گفتار کلام خداست که میگه از روح من نیست پر بشیم باز شاعر اعلام میکنه گر من به غم تو سپارم دل دل را چه کنم بهره چه دارم دل خدا فکر رو به ما داده که خودش بشینه اونجا در فکر من و تو خداوند تختی رو گذاشته مال خودش هست اگر اجازه ندیم خدا بشینه ترسا میشینه نگرانی ها میشینه اینو من دارم برای ایماندارا میگم بی ایمان ها که عزم میخوام اومدم دارم به کسی بر نخوره گاهی اجازه دادن افراد رو تخت خدا خود شیطان بشینه و شیطان داره پادشاهی میکنه ما فرزندان خدا ایمان داریم که سلطان فکر ما خود خداست پس پولس رسول ایسای خداوند داره امروز در این کلام داره با ما من صحبت میکنه که حواس اون باشه سکوی خدا رو تخت پادشاهی خدا رو به کسی نده که دلیل ترسا و نگرانی خواهد شد بله؟ و کیست از شما که به تفکر بتواند زرایی بر قامت خود افزاید ما هرگز نمیتونیم زرا یعنی یک زرا از نارنج میشه تا انگشت اینو میگفتن یه زرا بنابراین میگه نمیتونی تو با فکرت قد رو اینقدر بلند کنی توی روانشناسی الان از این استفاده میکنن به نام خودشون ثبت که اما این مال مسی بوده که گفته 2000 سال پیش اینو برای آگاهی عزیزان گفتم پس میگه تو با فکرت نمیتونی با فکرت نمیتونی موقعیت اقتصادی خوب کنی با فکر نمیتونی شرط زندگی تو خوب کنی همش فکر کنی همش فکری اما اگر تو با خدا هم فکر بشی میتونی چگونه چون ما مسیح یا روح القدس رو داریم ما به توسط روح القدس امید در وجود ما قرار میگیره مطابق نامه رومیان پنج پنج که اعلام میکنه این امید هیچ وقت ما را مایوس نمیسازد یعنی امید روح القدسه زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شده قلب ما را فرا گرفته است ما به توسط روح القدس دارای امید بزرگی هستیم از روح پر شو هم وطنی که به مسیح ایمان آوردیم وقت بده به خداوند عطایای خداوند رو با غیرت به طلب تا تو نیز باعث برکت برای دیگران نیز باشی بله و برای لباس چرا می اندیشید در سوسنهای چمن تعمل کنید چگونه نمو می کنند نه مهنت میکشند و نه می ریسند لکن به شما می گویم سلیمان هم با همه جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود چون این بپوشاند ای کم این ایمانان آیا نه شما را از طریق اولا؟ پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم زیرا که در طلب جمعی این چیزها امت ها باشند اما پدر آسمانی شما می داند که به دین همه چیز احتیاج دارید زیرا که امت ها زیرا آنانی که یک باور دیگه ای دارند اونها روح القدس رو ندارم کسی که به مسیح ایمان می آورد روح القدس داره و این روح القدس آمده است که منو تو رو امید بده پس سهرگاهان با او وقت بذار قبل از اینکه بخوابی یه دوش روحانی بگیر برو در حضور خداوند فکر و تو تقدیس کن با فکر خدای زنده ما مذهبی فکر نمی کنیم. همه شما عیزان میدونید که من دوازده سال که به عنوان کشی کلیسای پرسان مسیح هستم مدام تعلیم ما این بوده که ما لا مذهبی مثل خود مسیح ما با مذهب کار ندیم ما با رابطه عاشقانه چهارگانه رابطه عاشقانه من با خدا رابطه عاشقانه من با خودم رابطه عاشقانه من با خانواده رابطه عاشقانه من با خلق خدایی فرمول خ هست اگر عزیزان مایل باشید بیشتر در این رابطه بدونید من در خدمتتون هستم که بتونم از این تعالیمی که از کلام خدا گرفته شده شما آزاد بشید و مبادا اجازه بدید که تکیه در فکرتون احساساتی باشه که از گذشته اومده تجربیاتی باشه که از گذشته اومده امروز من و شما با خدای زنده زندگی میکنیم و مطالبی که مسیح داره میگه اشاره به همین هست که روح القدس رو که شما دارید خدا رو شما دارید خدا در وجود شما هست بله اول ملکوت خدا و ادالت او را به یعنی پادشاهی او رو یعنی به سکویی که در مغزت هست تخت پادشاهی که هست به اون رجوع کن توی نیازهات توی آنچه را که لازم هست برای رسیدن به اهدافت بله که این همه برای شما مزید خواهد شد آمین پس در اندیشه فردا ما باشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد بدی امروز برای امروز کافی است بله ما شاهد هستیم که هر روز یه خبر بدی میاد یه خبر بد چی گفتم هزاران خبر بد میاد هزاران خبر بد اما بهترین خبر رو صبح زود میتونی از حضور خدا بگیری تمام فکر و دل و احساست رو از محبت خدا پر کن هر جایگاهی که هستی حتی اگر شما امروز در اپوزیسیون هستید فعال سیاسی هستی این رو بدون اگر از محبت خدا تو پر نشی نمیتونی دیگران رو محبت کنی با خشم روبرو میشی با تلخی روبرو میشی عوض میخوام شما میدونید که من چقدر عیزانی که در اپوزیسون هستن رو دوست دارم و براشون دعا میکنم از این رو دارم بهت میگم حتی اگر شما دلسوز انسان های دیگه هستید تا دلسوزی خدا رو نچشید تا محبت خدا رو نچشید نمیتونی دیگران رو محبت کنی یه روز خسته میشی یه روز از همین مردمی که داری دفاع میکنی خسته خواهی شد و بر علیه همین مردم سخن خواهی گفت پس خواهش این هست از محبت خدا پرشیم از قوت خدا که خداوند در قلب منو تو قرار میده پر بشیم فکرمون رو اجازه ندیم تنها باشه چرا که توی این تنهایی هست که شیطان میاد میخواد پادشاهی بر فکرمون کنه آنچرا که لازم هست این هست که هر سرگاهان با خدا وقت بذاریم از کلام او پر بشیم یوشع یک هشت. اعمال رسولان یک هشت. از کلام و از روح او پر بشیم تا برکتی باشه برای زندگیمون تا خدا هدایت و حمایت کننده زندگی ما باشه بریم با هم دیگه نکته اول رو داشته باشیم نسبت به فست جدیدی که شروع کردیم به نام تنهایی نکته اول سپاسگزار میشم از اتاق فرمان که این نکته رو داشته باشیم نکته اول بله تنهایی که اعلام میکنه خوب نیست انسان در تفکر به اهدافش تنها باشد هرگز 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 خدا رو باید داشته باشی و بهترین هادی یعنی بهترین هدایت کننده راهنما همانا خداست که هدایت کننده مشتاقان خود می باشد مانند اون نویسنده مزمور 63 اونقدر مشتاقشی که صبح زود به اون وقت میده خیلی از عیزان هستن که تصور بر این میکنن با شنیدن یک معزه خیلی خوب شاید حالشون بهتر بشه حتما این هست اما عزیزان خواهش میکنم خواهش میکنم اجازه بدید قبل از اینکه بخواد یه معزه خوب حالت رو خوب کنه در حضور خدا برو صدای خدا حالتو خوب کنه بهت آرامش شده یه معزه خیلی خوبم یه روز دو روز سه روز یه هفته پاک میشه من چند هفته پیش در این رابطه صحبت کردم خیلی وقتی من موعظه‌ام تموم میشد توی جلسه تو کلیسا اومدن گفتن حالا چه بسا میام میگن میگن وا این موعظه چقدر خوب بود چقدر تو زندگی ما تاثیر میذاره ایمان داریم خیلی خوب بود پر از شادی شدم ولی بعد دیدیم کوشن چی شدم هیچی نشد همه رو نمیگم از این رو هست عزیزان موعظه اول تو صبحگاهان از خدا بشنو از کلام خدا بشنم تا خدا نیز تو رو برکت بده و مطمئن باش که خداوند با آنچه را که اعلام کرده تو رو برکت خواهد داد و هرگز تو رو تنها نمیذاره تسلی او آرامش او نیز با تو خواهد بود همون که باز شاعر میگه در سینه هزار و یک معما دارم اونقدر افکار اونقدر مسائل توی زندگی ما هستش آیا حقیقتا حتی اونایی که ما رو دوست دارن میتونن کمک میکنن خیلی ما رو دوست دارم ولی نمیتونن کمکمون کنن در سینه هزار و یک معما دارم هرچند دلی بیکس و تنها دارم اگر احساس میکنی تنها هستی اینو بدون خدا هستش که تکیگاهت بشه حرف دلم از آینه دیده بخوان صحبتی که دارم میکنم ولی خدا میتونه قبل از اینکه ما صحبت کنیم اون میدونه تو دل ما چی میگذره در فکر ما چی هست حرف دلم از آینه دیده بخوان در هر نگه هم با تو سخن ها. وقتی با خدا فقط میشینی صبح تو شروع میکنی در حضور خداوند خدا میدونه که نیاز حقیقی تو چی است و تو رو برکت خواهد داد بریم با هم دیگه آخرین آیه هم بشنویم اول پتروس 5 6 الی 7 اول پتروس 5 6 پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا که او برای شما فکر می کند آمین هاللویا خدا ما را آفریده به شباهت خودش این جهان یک گهواره هست سالها این را از من شنیدید عزیزان که منو میشناسم در این گهواره ما باید خوب رشد کنیم وقتی متولد شدیم در حضور خدا در ملکوتش با اون رابطه خوبی داشته باشیم فکر اون رو بدونیم احساس خدا رو بدونیم پس تشویقت میکنم هموطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی تشویقت میکنم لطفا از خدایی که بهت محبت رو چشونده عشق رو چشونده به او وقت بده و تو هموطن عزیزم که اولین بار هست کلام رو میشنوی و هنوز قلب تو مسیح ندیدی این رو بدون خدا تو رو آفریده شکل خودش و اگر روی این زمین رابطه با خدا نداشته باشی مطمئن باش که در آسمان نمیتوانیم ما این رابطه را داشته باشیم همون گونه که باز مولوی چه زیبا میگه اعلام میکنه ما به فلک بوده این یار ملک بوده این اول خداوند اعلام کرد که انسان رو خدا آفریده شکل خودش چون با اون خاص رابطه داشته باشه ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم میریم در حضورش جمله که آن شهر ماست کجا اورشلیم آسمانی شهر ماست آسمان سوم خود ز فلک برتریم و از ملک افرونتریم چون شکل خدا آفریده شدیم و خدا میخواد با ما رابطه داشته ما فرزندان خدا هستیم ما شاهزادگان هستیم ما کاهنان هستیم ما همکاران خدا هستیم خود برتر ایم ز فلک برتریم و ملک افسونتریم زیندو چرا نگذریم منزل ما کبریاست منزل ما در حضور خداوند هستش فکرت رو هموطن خوبم مجال نده گیر از خدا چیز دیگه درش قرار بگیرید وقتی خدا هست همه خوبی ها هست عزیزان تو هم در فکرت هستم به مسیر محبت و حکمت میتونی اونها رو دستگیری کنی با سپاس فراوان از تک تک شما عزیزان تشویقتون میکنم لطفا روی فیسبوک مطالبتون رو بنویسید لطفا روی یوتیوب کشتی رسول حیدری ما رو سابسکرایب کنید خواهش میکنم اینم یک خدمت هست خواهش هم این هستش که دست یاری مالیتون رو مطابق کلام خداوند ده یک و هدایاتون رو اگر مایل هستید به کلیسای پرستان مسیح و شبکه امید جاودان به توسط سایت ما pwoc.com ایرانیان روی ای خدا برکت بده به حکمت خودت تا بتوانیم نه تنهای خدا از طرف تو دستی برای نجات ایران باشیم ای خداوندا بلکه دستی باشیم برای تمام کشورهایی که حقیقت تو هنوز بر آنان مکشوف نشده و چون همین ها را در نام مسیح طلب با ایمان دریافت میکنیم فیض و رحمت خداوند پیوسته با شما ایزان باشد و بماند تا عبدالاباد آمین